ولی امروز در جامعه ما نظر میکنیم بر برخی مردها که تمام مهربانی و خوش اخلاقی و خوش رفتاری و خوش گفتاری را برای ببخشن برای زنهای بیرونه که برای کسهای بیرونه انجام میدهند، ولی در خانه چون یک که رفتن دو قاشی با هم بسته دارن، یعنی که مناسبت خوب ندارن و یکان مهربانی نسبت همسری خود ندارن و با وجود همین میخواهند که همسرها با اونها خنده کنند و هر کاری خواستن و انجام دهند و هر سخنی که مردها گفتن زن باید جواب نگوید. خب در همین زمینه شما چی اندیشه دارید و عموما دین و آیین چی میگوید نسبت چنین مردها؟ اندیشه ما دیگه بر اندیشه خدا نیست، اندیشه دین و آیین است. از این ظالمتر در دنیا کسی دیگر نیست. کسی که به شریک صمیمی زندگیش رحم نمیکند ظالم در دنیا بالاتر از این قرار ندارد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میگوید که بهترین جوان مرد کسی است که برای همسرش، برای اهل بیتش جوان مرد باشد. و من میگم در بین شما بهترین جوان مرد هستم. در خانه‌اش هیزو میشکست، کفشاش میدوخت، کودک سری دست میگرفت و خدمت خانه‌اش میکرد. در 23 سال عمر مبارک پیغمبریش یک بار طرف همسرش نگفت که من از در درون خانه‌اش این اصطلاح را استفاده نبرد که من پیغمبری خدا هستم. خدمت میکرد در خانه‌اش. پس جوانمردی با سیکه و صورت، با مثلا فرخ سر، با خوب پوشیدن و با پول و مال داشتن و قصر سازی نیست. از نگاه عرفانی جوانمرد کسی است که همسرش شهادت دهد که جوانمرد است. و ایلو اگر چقدر سیکه و صورت، اگر قارون که باشد، مال و ملک داشته باشد، این حیثیت بیرونی خانه به شرط صاحب خانه که همسر است این روزی نباشد، اصلا جوانمرد نیست. چرا اینا ظالم گفتن؟ چه سخنی من نیست. کم نیستن شوهرهایی که در بیرون برای بعضی خانم ها در ناخونک وفادار هستن، اما برای همسرش و محبوبش و مادر فرزنداش زهریمار است. این ظالم مطلق است. باز بر میگرد به عقل. این باید دوست خوبی داشته باشد که این هدایتش کند، یا یک همنشینای خوبی داشته باشد که آدم اگر همنشینی خوبم داشته باشد بهترین انسان شده میتواند، حتی اگر بدترین انسان باشد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم ها گرفته مردم شد، پسر نوح بابدان نشست خاندان نبوتش گم شد. پس رفیق خوب میتواند رفیق خوب کند و دوگانه خوب میتواند که یعنی یک سهمی در حیات انسان بگذارد.